بنام یادی خداوند بخشاینده و مهربان با سلام و وقت بخیر خدمت شما مخاطبان عزیز آرزو من هستم هر جا که هستین سعدمند و حال باشین امروز 23 ماه می سال 2021 و برابر با دوم جوزای سال 1400 هجری شمسی است و پیام مهم به دوستای هامبورگ دارم مهاجرین و خیرینی که از هامبورگ کمک کرده بودن و یک تعداد دوستایی که دیشب نامشان خوانده نشده بود و یک تعداد از دوستانی که هنوز هم حواله هایشان مشکل دارن امیدوار که شما هم با ما همکاری بکنید نمیره به اشتراک ببانید که هموطنان ما خبر شود امی مشکلات بخیر حل شود اول میپردازیم به اینکه دیروز حواله برخ دوستا یکم مشکلات داشت که مشکلات چه رفت شده حمید براتی در رابطه به حوالش دیشب گپ زده شد که گفتیم حوالش گرفته نشده حالا صبر میکنیم آخر ما گرفته میشه مشکل نیست چون ماه کم مانده امروز 24 هست تا سیر صبر میکنیم و دمای بعدی میتونیم ما سه تا اولا برداشت بکنیم هیچ گپی نیست این مشکل رفت شد تشکر از همه جان براتی خود چند با ما زنگ زد امروز هماهنگی صورت گرفت آقای صابری مظفری حیات منای مسجد اه... ام... امیره غیت نو ما باز امیدان هستم که درست تلفظ کرده باشم اگر نکرده باشم باز من پوزش می لحظه هم با هم دیگر صحبت کردیم باز هم اون طریق من در نظر نوشته کردیم خواندم ولی امیدوارستیم که اگه اشتباه باشم من رو ببخش دوستای عزیز و مسجد است در, در واقع در شهر غیت نو و به نام مسجد صاحب زمان هست که بیشتر مهاجرین در اونجا سهم دارم و آقای مزفری سیب 72,800 افغانی بر ما روان کرده امی مقدار پولش تایید هست چون ما قبلا در مورد پولش هم گفتیم مردد هستیم که امی مقدار پولش تایید هست و اما تا به حال برداشت نشده ان شاء هر وقت برداشت شد ما بس هم میرسانیم خیلی از دیگه هم مقالهشون برداشت نشده دیروز نام سمی جان عزیز هم از آلمان خوانده نشده بود که از طرف وسترلیونی 10000 افغانی روان کرده بودن و جناب آقای صداقت و ای فردای اون روزی که روان کرده بوده برداشت شده بود آقای صداقت لش گرد خورده بود که ما رساندیم برای آقای صداقت همه موضوع را اشاره کردیم و ببینیم که دیگه نام کس های کسای دیگه مانده بودن بله امیر جان و دوستانش که نامش خوانده بودن فکر متوجه نشده بودن و دو نفر از دوستای دیگه از سویدن خواهش میکنم که را حتما صدای مرا اگر شما می‌شنوین که دوستایشون هستن یا خودشون هستن حتما با ما تماس بگیرن آقای ناصری صاحب شما از سویدن برای دوستان می گفتین که ما 500 دلار روان کردیم با آقای صداقت گفته شده ایم ولی برای ما نمبر حواله نماده شماره تلفن نماده شماره صراف نماده از طریق وسترن یونیون دمونیگراف بوده هیچ جزئیاتی به دست ما قرار نگرفته امیدوار که که ایره برای ما آقای ناصر سیف اگه اسنادی داری روان بکو تا پول برداشت و در غیر و صورت اگه اسناد به ما ما پول برداشت نتونیم ما در جمع کمک حساب نمیتونیم در کنارش هادیه ناصری اینا 50 دلار بوده از اینا هم عین شکل است که هیچ چیزی برای ما نامده به از یک نام و دسترس ما گرفته که امیدوار هستیم مشکل هر چیز زودتر رفع شود یکی از دوستای دیگه فکر کنم که بله آقای اما دوستای ما که از من دیروز نامش هم به کامل برای از آن هموطن هم گرفتم اینجا نام هم همگیشون اگر نگرفتم امیدوار که ناراحت نشو ما سه و چیل هشت افغانی پولشان رو بودیم برای ما زنگ زدن از کشور سوئیس که مبلغ پول ما سی است یعنی فکر که ما بسیار زیاد نقص میکردیم در حساب دادن بسیار زیاد تشکر از دوست ما چون ما هنوز هم گفتیم حساب دهی نهایی نیست ما یک مقدار پول پیش ما مانده یک مقدار پول دیگه برداشت نشده هنوز داخل باز لیست بر دوستا بیرون میتیم تشکر که از دوستی خبر دادن که سیلک نیست سی و هزار است و این مشکل هم رفت شد ببینیم که دیگه چه مشکلاتی دیروز مانده بودن که حالا حل نشده بله از آقای مزفره را که خاند و مشکل از هم رفت شدن مشکل حواله شان چند نفر دوستای دیگه هم هست که حواله شان این مشکلات درشی مانده من یکی یکی بر دوستا باید بخونم در تلفن هست کم سخت آقای قاضی زاده آقای قصداده ببینیم که از کدام کشور هست آقای قاضیزاده گرامی از کشور اتریش جناب آقای قاضیزاده گرامی برای ما جزیات حوالت کامل نرسته 9100 افغانی شما برای ما حواله کردین ولی هیچ جزیاتی به دسترس ما قرار نگرفته از طریق بانک بوده از طریق صرافی بوده مقدار پول شما چقدر بوده اینا رو برای ما حتما اگه صدای ما رو میشنوید شما برای ما زنگ بزنید شما تلفن خودمان زیر نویس کردیم یا پیام بمانید و دوستای دیگه اگر آقای قاضی زاده البته حسین قاضی زاده از اترش میشناسین برش خبر بیتین که حواله شما گرفته نشده و مشکل داره و همچنان آقای مهدی رضایی یازده هزار و شست افغانی پیسته شما بوده و از کشور استرالیا مهدی رضایی را هر کسی که میشناسه لطفا برش بگه و یا خودش اگه میشنا برای ما خبر بده که پول و نمی پول برداشت شده و اگه برداشت نشه و خودش پیگیری نکنید نمیتونیم بگیریم و در لیست کمک هم اضافه نمیشه آقای حاج صفدر غلامی از مشهد ایران که مبلغ 3380 فانی هم روان کردن برای ما از جایی که گفته بود گرفته شد تا به حال گرفته نشده ایرا همه هنگی درست صورت نگرفته باز با دکتر سه باقر سعیر را میگم که حتما ایرا تماس بگیره پیگیری بکنم چون در حوالدار نداده ایرا در یک ای همم گفته بورین از اونجا بگیرین فکرم دوستایش هستن و همچنان دوستایی دیگر ببینم که است فرشته مرزایی از کدام کشور هستی؟ مقدار پول 12430 افغانی هست. دوره نا کابل همین رو روان کرده بر آقای صداقت اما شماره صرافی برای ما نداده. حاج نور رحمت و محمد زمان از کدام کشور هستن؟ لطفا کشور خبر ما بنویسین. و احمد اکبری از سوئیس هستی یا از اتریش؟ کل جزئیات پیش ما هست و اما ما اینی میره خبر نداریم که جزء سوئیس نوشته کنیم یا جزء اتریش کشورتا. موسی رضایی از آلمان مبلغ 26650 افغانی روان کردن. که آه... در لیست خوانده نشده ما امیدوار هستیم که را آه... آقای صداقت گرامی پیگیری بکنه جدا که در کجا از پیش گرد خورده که پول برداشت بکنم و در آخر رسیدیم به معامله اصلی که هامبورگ باشه دوستای هامبورگ آه... من دیشب لیست خواندم لیست هفته چند نفر بودن و امروز همکاران ما گفتن که تو لیستی که خوانده بیش از هفت هزار چی بیش از هفت یورو میشه در حالی که تو برای ما اینجا بر اساس حوالی اول لیستی که داده 4000 یورو که معادل 357000 و 120 تفانی بوده رسیده پس دیگه پول هامبورگ کجا شده در این موضوع من دیروز هم اگه اشاره کردم دیشب که 3000 یورو به با بالا نزد قاری صاحب احمدی هنوز هم مانده محرم احمدی که ای برای ما ارسال نشده همش البته از هامبورگ هم نیست یک 600 چه فکر کنم از استرالیا چی از سویدن اضافه شده و یک چهار صد از خالن اضافه شده یک مقدار دیگه از پول های دوستا همینج اضافه نشده که 3400 میشه تقریبا او حوالا تا به حال به دسترس ما قرار نگرفت در واقع پولی که در هامبورگ جمع شده برخی ها نامش هم خوانده نشده که من در آخر باز نامه از اونها رو میخونم ولی باید قبل از اون مو مقدار پول برای ما با لیست دوستا برسه پول هامبورگ به سه بخش تقسیم شده حوالی اول به دسترس ما قرار گرفته 4000 یورو که در افغانی میشه 357120 افغانی و حواله دوم قرار بود به ما برسه مبلغ 3000 یورو اما از طریق تیم بیرون مرزی کنگری ملی هزاره و به مصرف میرسه که پول هم بر اساس نیازی که برخ دوستای احساس کردن و به توسعه اونا به تیم کنگری بیرون مرزی هزاره داده شدن که اونا حتما اسناد چرا تهیه کرده و با قاری سب شریک میکنه و او ایشان انشالله که با دوستان هامبورگر شریک خواهند کرد و اول بعدی که بعد دسترس ما قرار میگیره بیشتر از 3000 یورو خواهد بود که باز ما در رابطه با این موضوع چون هر روز لیست آپدیت میشه و دوستای دیگه همین امروز و دیشب کمک روان کرده که ما تاپ حال نخوندیم یک جای باز به با اونها خوانده میشه چون ما مشخصا با تعداد یعنی تقریبا 7400 یورویی که دریافت میکنیم و تعداد رو مقدر پول دوستای هامبورگ بازلت چون به میگیریم امیدوار هستیم که این سوی تفاهم نزد دوستو اگر ایجاد شده باشه که چرا نام ما خوانده نشد حل شود باسه سم اشاره میکنم که پول هامبورگ در سه بخش تقسیم شده حوالی اولش به ما رسید 4000 یورو حوالی دومش و تیم بیرون مرزی کنگری ملی هزاره رفته که اونا به چند تا زخمی بسیار عاجل قرار بده بیت که تا به حال مثلا چه برای قاری سی احمدی فرصت نشده که روان بکنه هر وقت روان کرد قاری احمدی خودشی شی از دریچه فیسبوک خود یا طریق زنگ با دوستای هامبورگ گره شریک خواهند کرد و بقیه پول دیگه ای که قرار است برای ما در حال بعدی برسه با خاطر تداوی زخمی ها بیشتر از 3000 یورو است که تا به حال به دسترس ما قرار نگرفته و ما در آخر نام دوستا رو به خانش میگیریم البته اون مقداری که پولش برای ما رسیده دیگه دوستا یک سوال را کرده بودن که نصیر مقدار پولی که مانده شما چیکار میکنید دوستای عزیز ما مصارف خودی کمیته را تا حال کامل حساب نکردیم که اینا چقدر کرای موتر کرده چقدر اینترنت مصرف کرده چقدر تلفن مصرف کرده چقدر نان چوش خورده و ما یک چند امنیتی هم گرفتیم که م... یکم البته کرا به رضا نمیتیم مصارف نان از و کرای موترش حساب میکنیم اینا دوستای عزیز مصارف کلا سنجیده میشه با شما شریک میشم یک بخش بخش دیگه ای که بخش اعظم پول های شما دوستای عزیز در تداوی زخمی ها مصرف میشه ما تا کشور نمیدانیم که مریض رفتنی خواد شد یا نه ولی مریضانی که به تداوی طول مدت نیاز داره احتمالاً 40 تا 50 نفر خواد بود که اینا رو ما تصمیم داریم که برخ شفاخانه ها که کنه کمتر است از اونجا بکشیم در شفاخانه بهتر ببریم و شفاخانه خصوصی هم تلاش میکنیم که حداقل برای ما یک تخفیف در نظر بگیره و ما رسید امو شفاخانه را هم باز با دوستا شریک میکنیم که این شفاخانه از چقدر مریض چقدر پول گرفته که ما چقدر پول برای از اونا باز پرداخت کردیم همه اینا رو باز با دوستا همگانی میسازیم و ما در آخر به تک تک شما اشاره میکنیم که چقدر پول در کجا مصرف شد آنچه که ما میگیم گزارش های اولی هست من دیروزم نشته کردیم گزارش اولی ها. هر چیزی که گفته میشه در اینجا نهایی نیست باز هم هر کسی که نام هایش در روزهای گذشته خونده نشده و مشکلات در انتقال پول بوده یا یکی ای این بسترونیان مشکل داشته یا که حوالشون کامل نبوده جزیات چی باز ما خواهش میکنیم که اینا در هماهنگی با دوستای کابل اما مشکلات رفت بکنن و ها دوستای عزیز این اینجا یک لیست رو ببینید ما در ادامه تمام خیرین لیسشون این پی دی اف میکنیم و این رو منتشر میکنیم که کلی که بفهمه که چقدر کل از کدام کشورها آمد این کشور بندی شده شما اینجا میبینید دوستای عزیز که من بگونه گونه این مثال اینجا کشور آلمان رو به دادیم یعنی ما تمام کشورها لیست میشه تمام کشورها لیست میشه و هر کشور جدا مجموعه میشه که از فلانی کشور نیک قدر آمد، قدر آمد، از فلانی قدر, قدر آمد و در پایان باز همهش یک جایی مجموع میشه که چقدر پول در کل بسیتا آمده و چقدر پول هم مصرف شد تمام کسانی که کمک دریافت کرده مرزی ها، خانواده شهدا و برخی فقرهای دیگه ای که در شرف بیشتر بوده عدد از دایی حادث هم زخمی نشده بوده که یک چند نفر بوده تعدادشان بر از اون هم پول داده شده که باز با تمام اسناد و جزیات با شماره تلفنشان ای با دوستان عزیز همگانی میشه و شریک میشه تا دوران دیگر بدرود حتما دوستان عزیز سابسکرایب بکنید اگر تازه به